دهم بهمن هر سال یکی از زیباترین جشنهای ایرانیان جشن آتش هست که برگزار می شده و همچنان می شود و زرتشتیان افتخار دارند که همانند دیگر جشنها این جشن را نیز که یک جشن ملی است تا کنون پاسداری کردند به این امید که همه کسانی که دلداده فرهنگ کهن این سرزمین هستند همانند نوروز، جشن سده و دیگر آیین‌های شادی آفرین ایرانی مانند تیرگان و مهرگان و اسفندگان و بقیه را نیز گرامی بدارند. جشن سده جشن آتش است. این جشن بر همه خجسته باد. چرا سده و چرا آتش؟ آتش به سبب اینکه نیاکان ما دیر زمانی آرزوی داشتن اون رو در خونه هاشون در کنار زندگیشون داشتند. بیگمان همه مردم دنیا زمانی آتش نداشتند. شاید غارنشین بودند، به شکار می پرداختند، شاید نخستین بار حیوانات و جانوران دیگری رو اهلی کردند در کنار زندگیشون، مانند سگ و گوسفند و دیگر جانوران، ولی همچنان غارنشین بودند. چرا؟ چون در فضای سرد زمستان آن زمان چاره ای نداشتند بجز این که در آرزوی هر بامداد و نور خورشید بمونند که اون رو داشته باشند. به همین شیوه است که نیاکان ما آیین مهر رو برپا کردند، آیینی که نور خورشید رو ستایش می کرد. آنها چهار آخشید یا چهار پدیده را در زندگی خودشون اهمیت می دادند که سبب زندگی آنها می شد. خاک را همه داشتند، در اون دانه ها می کاشتند و زایندگی را حس می کردند، علف و گیاهان را ازش بهره می گرفتند. به همین روی خاک گرامی شد. هوا سبب زندگی اونها بود و با نفس کشیدن خود حس کردند که اگر هوا نباشه و اگر هوا آلوده باشه ناراحت خواهند شد. آب رو گرامی می داشتند چون مایه زندگی آنها بود. به همین روی در کنار رودخانه ها و چشمه ها و دریاها زندگی می کردند. نور خورشید را هم که داشتند برای اینکه هر بامداد بر زندگی آنها بتابه و جانی دوباره بر زندگیشون، همانند اینکه پرندگان و جانوران بار دیگر هر بامداد شکوفا می شدند، آنها نیز داشته باشند. بیگمان آن زمان هنوز آتش کشف نشده بود، ولی دیده بودند، می شناختند. شاید آتش هایی در جنگل افروخته می شد و پرندگان و جانوران فرار می کردند، انسان هم به وحشت می افتاد. ولی زیباترین پیدایش آتش رو و در اختیار درآوردن آن رو ما در شاهنامه فردوسی داریم، در داستان هوشنگ. در بخشی از داستان میاد که هوشنگ با یاران خیش به شکار می رفت و خب یک ماری از دور پیدا میشه، با پرتاب یک سنگی به طرف مار میخواد که مار رو فراری بده، ولی خب سنگ به سنگ دیگه میخوره، مار فرار میکنه و این یک مقدار به واقعیت نزدیکتر هست، چون سنگ های امروز شناخته شده که بر اثر برخورد با یکدیگر جرقه ایجاد میکنه. خب فردوسی این گونه ادامه میده: برآمد به سنگ گران سنگ خورد، هم آن و همین سنگ گردید خورد. فروغی پدید آمد از هر دو سنگ، دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ. بر اثر برخورد این دو سنگ یک فروغی، شعله‌ای، جرقه‌ای ازش پدیدار شد. جهاندار، یعنی پادشاه، جهاندار پیش جهان آفرین نیایش همی کرد و خواند آفرین، که او را فروغی چنین هدیه داد، چنین آتش آنگاه قبله نهاد. این فروغ از آن زمان پدیدار شد و از همان زمان هوشنگ این روشنایی شد پرستش سوی ایرانیان و نیاکان ما. یا
یعنی به سوی روشنایی نیایش میکردند و همچنان نیز هم ادامه داره. یکی جشن کرد آن شب و باده خورد، سده نام آن جشن فرخنده کرد. پس سده از همان زمان نام این جشن شد، جشن آتش، جشن پدیدار شدن آتش. و خب طبیعی است که از آن زمان دریافتند که این آتش نیازی به پرستاری خواهد داشت. ایزان براش آوردن، بعد متوجه شدند که نیاز به این داره که اکسیژن بهش برسه و باز نیاز به سرپناه داره، چون باد و باران نیز آن رو از بین میبره. به همین روی انسان از اون زمان شهرنشینی رو آغاز کرد، از غارها به سوی شهر آمد، در کنار چشمه های آب، در کنار رودخانه های آب نخستین بناهای نگهداری از آتش رو گذاشت. آتشی که قرار بود پرستاری بشه، وگرنه مانند آب و خاک و هوا نیست، خاموش خواهد شد، دیگه روشن کردنش دشوار خواهد بود. به همین شیوه است که ما آتشکده ها رو از دیرباز در سرزمینمون داشتیم، برای که خوراک اجاق خانه ها رو فراهم بکنه و جنبه سپند به خود گرفت و کسانی به نام آتروخ یا آتربان یا آتشبان نگهبانی و پاسداری از این آتش رو ادامه می دادند و آتش خانه ها رو داشتند. از اون زمان سفال ها به وجود اومد، فلزات شناخته شد و مرزی شد بین توحش و تمدن برای نیاکان ما. اینه که این آتش بسیار فرخنده است و جشن سده به همین روی پایگذاری شد. حالا چرا سده؟ باز به همین شیوه که نیاکان ما همانند دیگر موجودات و پرندگان و جانوران دو فصل رو داشتند. یک فصلی که گرم بود، در پی جمع آوری خوراک بودند، مانند زنبور عسل، مورچه ها و بقیه دانه ها را جمع میکردند، کشت و کار میکردند. و فصل دیگر فصل زمستان بود و سرد، که در پناهگاه های خود آرامش میافتند ولی جشن ها را برپا میکردند. بنابراین نیاکان ما دو فصل بیشتر نداشتند. یک تابستانی که 7 ماه بود تا پایان ماه مهر، و فصل دیگر که 5 ماه بود، از ماه آبان شروع می شد تا نوروز بعدی. سده 100 روز از زمستان گذشته بود. ماه آبان، آذر و دی 30 روزه میشه 90 روز، و 10 بهمن جشن سده. 100 روز از این زمستان که می گذشت، باور داشتند که از دل زمین هرم آرام آرام بخار و گرمای اون رپیتون که ایزد گرما و ایزد زمین بود باز جان می گیره و زندگی دوباره گرما خواهد داشت. بنابراین جشن سده را در غروب روز 10 بهمن می افروختند، آتش بزرگی روشن می کردند، هیمه ها و هیزم ها را هر کسی با خودش هدیه میداد به این توده آتش، آتشی رو روشن میکردن تا تاریکی شب را در اون روز به نمایش بگذارند که ما میتوانیم اون رو به روشنی تبدیل کنیم. سرود آتش نیایش از خردوستا اندک اندک سروده شد و این سرود همچنان ما در خردوستا داریم. آتش پوتر اوره مزدعو، و بیخونیم تا ادامش درود میفرستیم به آتش پوتر. پوتر یک واژه است در اوستا که به دو چم یا دو معناست، یکی پسر و دیگری پرتو، همانند واژه گیوش که باز در گاهان داریم و به چم گیتی است و به چم گاو. هر دو رو ما میتونیم ازش بهره بگیریم در برگردان کردن متن‌های اوستا. آتش پوتر اهورامزدا، آتش ای پرتو اهورایی، همواره فروزان باش در این خانه، در این شهر، در این کاشانه، در این کشور، تا جان بخشی دلها را، تا روشن کنی دلها را. هیزم خوشبو بر تو هدیه خواهیم کرد، با شیر در دست، با برسم در دست، مردان برنایی بر تو گماشته خواهند شد تا همواره پایدار بمانی. اینها بخشی از برگردانهای سرود آتش نیایش هست که ما در اوستا داریم و میخونیم به هنگام جشن سده.
جشن صده را باید همچنان گرامی داشت، چون یادگاری کهن از نیاکان ماست. یادگاری که از پس صده ها خودش رو تا به امروز رسانده. پس از ساسانیان ما تنها گزارشی که داریم و صده را بزرگ یکی از پادشاهان اصفهان مرداویج زیاری برگزار کرد، بزرگترینش هست و بقیه آتش ها بیشتر از سوی زرتشتیان برگزار می شده در هر شهر و روستایی و همچنان برگزار می شه. ولی این آتش و این جشن همانند دیگر جشن ها جشن ملی ایرانیان هست و آنچنان که شنیدیم فردوسی نامدار به خوبی به آن اشاره کرد که در زمان هوشنگ پدیدار شد و از همان جشن صده‌ای که پایه‌گذاری شد از دیر زمان و از همان زمان به وجود آمد و همچنان هست. صده شما گرامی جشنتان فرخنده و پیوسته آتش صده در دلهاتون پایدار. به یادمون باشه که پور شیراز حافظ می‌فرماید از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست، یعنی آتش عشق، آتش مهر، آتش فروتنی، آتش سرکشی که سبب سازندگی خواهد شد. و مولانا باز جالب میگه در آغاز دفترش اونجا که میگه بشنو از نی چون حکایت میکند، در لابلای اون میرسه به آتش عشق و خطاب به اون آهنگی که از دل نای بیرون میاد، میگه آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. انگوری که در خم در حال جوشیدن هست، این عشقی درش هست که دیگه من از حالت انگور بودن قرار هست بیرون بیام و تبدیل بشم به یک مایه‌ای که سبب جانبخشی و شادی بخشی هستم. خب این جوشش عشق است کن در می فتاد، آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. بنابراین این آتش در دل و جان همه ما پایدار، به امید این که جشنهای خیش را همچنان به خوبی و خوشی پایدار نگه داریم. جشن صده فرخنده و نیک و خجسته.